باورم نمیشه که دیگه عیسی رو نمیبینیم. راستی بچه ها، شما یارتون نمیاد عیسی مرتب چی میگفت؟ چی؟ من یادمه عیسی مرتب میگفت بعد از 3 روز اون دوباره زنده میشه. چرا به دنبال زنده در میان مردگان میگردید؟ او اینجا نیست، بلکه از مرگ برخواسته. یادتان هست وقتی که در جلیل بود به شما خبر داد و گفت پسر انسان به دست مردم گناهکار تسلیم شده، مصلوب خواهد شد و روز سوم برخواهد خواست؟ و جسد عیسی اونجا نبود. خدایا، نبود؟ چطور ممکن است؟ دو فرشته به ما ظاهر شدن، خیلی نورانی مثل خورشید، و به ما گفتن چرا به دنبال زنده در میان مردگان میگردی؟ جدی میگم. یعنی چه؟ اینا چی میگن؟ یعنی درست؟ باور کنید، من باور نمیکنم. باور کنید، ما اونا رو دیدیم. خودتون بریم ببینید، قبر خالی بود، خداوند ما رفته بود. پتروس، تو باید حرف ما رو باور کنی. خداوند واقعا از مرگ برخواسته، او به شمعون هم ظاهر شده، ولی ما اونو نشناختیم. البته تو را، اما وقتی نورو پاره کرد اون موقع شناختیمش. تو شهر عمواز عجبه اونجا رفته بود. سلام بر شما. چرا مضطرب هستید؟ چرا شک به فکراتون راه میدید؟ نگاه کنید به دست و پاهای من، ببینین که خودم هستم. منو لمس کنین تا مطمئن بشین، چون که روح گوشت و استخوان نداره ولی من دارم. اینها همون چیزاییست که وقتی با شما بودم بهتون گفتم، که هرچه در تورات موسی و نوشته های پیامبران و مزامیر داوود درباره من نوشته شده میبایست به انجام برسه. این نوشته شده بود که مسیح باید زجر بکشه و روز سوم از مردگان زنده بشه، بعد به نام او از اورشلیم شروع کرده و پیغام توبه و بخشش گناهان به همه ملت ها داده بشه. وقتی دانیال اول به من گفت که عیسی پسر خداست، من باور نکردم، اما بعد معجزات عجیب عیسی رو دیدم و به تعالیمش در مورد محبت خدا گوش کردم. همینطور دیدم مردم چه کارهای وحشتناکی با عیسی کردن. دیدم که کتکش زدن. دیدم اونو با میخ زدنش رو صلیب. دیدم که مرد. دیدم که جسدش رو پایین آوردن و بردنش. اصلا فکرشو نمی کردم که عیسی رو دوباره ببینم. اما بعد یه چیز فوق‌العاده اتفاق افتاد. خدا به قولش وفا کرد. خدا قول داده بود که عیسی رو دوباره زنده می‌کنه. و به ما گفت وقتی قبول کنیم که عیسی پسر خداست و اینکه به خاطر ما مرد، الان ما اون زندگی می‌کنیم و تا ابد هم ما اون زندگی می‌کنیم. من خوشحالم چون که می‌خوام این کارو بکنم. به به، چه داستان خوبی. به حقیقت داره، شما با من و بنیامین و دوستامون نگاه کردین و فکر کردین که عیسی واقعا کیه؟
شما دیدین که چطور من تصمیم گرفتم ایمان بیارم که عیسی پسر خداست و بخوام که عیسی به قلب من بیاد. حالا نوبت شماست که تصمیم بگیرین. دوست دارین همین الان از عیسی بخوان که شما رو ببخشه؟ ممکنه بگید من نمیفهمم، یا میخوام اول با مامان و بابام صحبت کنم، یا من هنوز آماده نیستم، یا شایدم بخواین بگین بله من از عیسی میخوام تا همین الان وارد زندگی من بشه. من میخوام عیسی تمام گناهانمو ببخشه، همه این فکرها و حرفها و کارهای اشتباهی که کردم. و میتونید بهش بگین که میخواید برای همیشه با اون زندگی کنین. هر وقت خواستین به خدا بگین بله، میتونین هر طور که دوست دارین باهاش صحبت کنین، یا اینکه اینطوری دعا کنین: خدای عزیز، به پسرت عیسی ایمان میارم. متشکرم که عیسی رو صلیب به خاطر همه فکرها، حرفها و کارهای اشتباه من مرد. لطفاً گناهان منو ببخش. از عیسی میخوام که برای همیشه با من باشه و در من زندگی کنه. کمکم کن تا کسی باشم که تو میخوای. متشکرم که دعای منو جواب میدی. میخوای این دعا را همین الان بکنی؟ اگه جوابت بله است، همراه من با خدا صحبت کن. من آهسته دعا میکنم. میتونی جمله به جمله بعد از من دعا کنی. خدای عزیز، به پسرت عیسی ایمان میارم. خدایا، متشکرم که عیسی روی صلیب به خاطر همه فکرها، حرفها و کارهای اشتباهی من مرد. لطفاً گناهای منو ببخش. از عیسی میخوام که برای همیشه با من باشه و در من زندگی کنه. کمکم کن تا کسی باشم که تو میخوای. متشکرم که دعای منو جواب میدی. آمین. حالا به قول خدا اعتماد کن که تو رو دوست داره، تو رو میبخشه و برای همیشه در تو خواهد بود. اگه این دعا رو کردی، خوبه که برای عیسی زندگی کنی و اونو به دیگران بشناسونی. آخه داری وارد یکی از بزرگترین ماجراهای زندگیت میشی. یک دوستی جدید با عیسی و پدرش خداست. چهار چیزی که به تو کمک میکنه تا خدا رو بهتر بشناسی و دوست داشته باشی. هر روز کتاب مقدس رو بخون. خدا به تو صدها قول داده که در کتابش نوشته. با خدا صحبت کن. با خدا میتونی همه جا و همه وقت راجع به همه چیز صحبت کنی. با دیگران راجع به دوستت عیسی حرف بزن. و با کسانی باش که عیسی رو میشناسن و دوست دارن. ما خیلی خوشحالیم که بهت داستان واقعی عیسی رو گفتیم. حالا نوبت توه که به دوستات بگی.